بسم الله الرحمن الرحیم سرخط خبرها توصیه آیت الله شیرازی به کمک و حمایت از خانواده های افغانستانی انتقاد چهره های برجسته شیعی در هند از تلاش برای تغییر نام اماکن اسلامی تاریخی رسیدن کاروان زایران پیاده از عراق به شهر مقدس قوم و اعتصاب عمومی زندانیان در زندان جو در بحره سلام بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان گرامی به این بخش خبری خوش آمدید من امار حسینی هستم و جدیدترین اخبار شیعیان جهان تقدیم حضورتان می شود روز گذشته یک شنبه دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عزما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس قوم بیانگی صادر کرد و در آن به توصیه معظم الله مبنی بر کمک و حمایت از خانواده های افغانستان تاکید نمود در بخش از این بیانیه آمده با تکیه بر راهنمودها و بیانات آیت الله حسینی شیرازی دامزلو مراکز وابسته به دفاتر بزرگ مرجع جهان تشیع در مناطق و شهرهای مختلف افغانستان به کمک و حمایت مالی از خانواده های فقیر نیازمند و ایتام ادامه می دهند. در بخش دیگری از این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده این کمک و حمایت ها در حالی صورت میگیرد که مردم افغانستان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند و در اوضاع نامناسبی به سر می برند. گفتنی است در یکی از جدیدترین اقدام های صورت گرفته در این زمینه توضیح کمک های نقدی ماهانه میان خانواده های نیازمند در شهر مزار شریف توسط مؤسسه رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله حسینی شیرازی دامزلو بوده است. مقابله با مسلمانان از سوی هندوها و نیز دولت کشور هندوستان در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در موضوعهای مختلفی باعث ایجاد تنش میان طرفین شده است در جدیدترین نمونه ها از رفتارها و اقدامهای ضد اسلامی دولت هند تغییر نام اماکن تاریخی اسلامی به نام های جدید است که خشم و اعتراض شدید مسلمانان به خصوص شیعیان را برانگیخته است. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. منابع محلی اعلام کردند تعدادی از شهرهای های برجسته شیعیان هند روز گذشته یک شنبه درخواستی برای نارندا مودی نخست وزیر هند فرستادند و در آن رسما خواستار بازگرداندن نام های اصلی و اسلامی به اماکن تاریخی اسلامی در شهر لکنو شدند این درخواست بعد از آن مطرح شده که کمیته ای آثار باستانی این شهر نامهای جدیدی برای آثار تاریخی اسلامی معروف در شهر لکنو انتخاب کرد در همین راستا آقای میرزا و عباس که در تهیه و تنظیم این درخواست نقش موثری داشته اعلام کرد یکی از نمونه های این اقدام اخیر تغییر نام امام بارا شاه نجف بوده که نام جدید این مکان تاریخی اسلامی را قاضی و دین در قرار دادند وی در گفتگو با روزنامه بیزینس استاندارد افزود چنین اقدامی چیزی نیست جز برداشتن گام در مسیر از بین بردن میراث تاریخی اسلامی او همچنین گفت اما که تا کنون تغییر نام داده شدند عبارتان از بارا امام بارا و با حسین آباد امام بارا و با امام بارا شاه نجف. میرزا یعصو همچنین گفت دولت در باسازی و ترمیمی این اماکن تاریخی اسلامی ناتوان بوده. لذا به تغییر نام آنها روی آورد. برای مثال شاه نجف اثری تاریخی کاملا شبیه به که حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف در کشور عراق است. وی ادامه داد روحانیون شیعه و چهره های برجسته شیعی در جامعه 2023 در جلسه سازمان املاک و مستقلات و ثبت احوال هند شرکت خواهند کرد و رسما درخواست بازگرداندن نام های اسلامی به اماکن تاریخی را مجددا مطرح خواهند کرد. مایده خاموش اخبار شیعه در همین راستا گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی در هندوستان و از ایشان پرسیدم هدف دولت هند از تغییر نام اماکن تاریخی اسلامی هندوستان چیست؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این مورد عوض کردن اسامی در جاهای مختلف در ایالات یوپی که این دولت جدید سعی دارد که این کارها را مست انجام دهد ارز کنم که این بار اول نیست که این کار یا این اقدام انجام شده از وقتی که دولت سر کار اومده سعی دارد اسامی شهرها اسامی خیابانها اسامی مراکز مهم را عوض کنه و هدفش هم مشخصه هدفش هم این است که آثاری که اسم اسلامی داشته باشه یا اسم مسلمان یا حاکم مسلمان داشته باشه را بردارند و اون تیره خاصی که عناد خاصی به مسلمانان دارد را خوشحال کنند که رای، به اینها رای بدن یعنی اصل هدف از این کار این است که با این کار و این سیاست میخوان اون توده مردم که به اینا رای دادن به این عنوان که به آثار اسلامی و آثار مسلمین را از هندوستان و ایالات یوپی را بردارن و اونها را خوشحال کنند که ما داریم این اقدامات را انجام میدیم و اگر به ما رای بدهند و حکومت ما ادامه داشته باشه ما اینها را محو میکنیم و اقدامی که روحانیون انجام دادن و نامه نوشتن به دولت مرکزی اقدام خوبیه که در به روش قانونی به روش مدنی ما استفاده کنیم و از در این راستا مقابله کنیم به احتجاج کنیم و همینطور همین, همین سعی کنیم که به سازمان های مختلف سازمان های بین المللی هم این گزارش داده بشود تا این آثار باستانی چون بازی ها قدامت دویست ساله 300 ساله ساله دارن و آثار و کارهای مهم که مسلمانان حاکم مسلمانان در هندوستان انجام دادن را یادآوری میکنن لذا سعی باید شود که هم احتجاج شود هم نامنگاری شود و هم به سازمانهای های مختلف بین المللی این گزارش داده شود تا این جلو این اقدامات گرفته شود و حاکمانی که این کار را انجام دادن در قدیم و آثار و, با آثار و برکات اسلامی که در هندوستان هنوز وجود هست را حفظ کنند الله با تشکر از حجت حساب و المسلمین عدیب هندی که از کشور هندوستان با ما همراه بودند. کاروان حضرت فاطمه مرسومه سلام الله علیها با هدف زیارت اماکن مقدس در ایران از عراق با پای پیاده حرکت کرده و به شهر مقدس قم رسیدن. این کاروان زیارتی از شهر سوق و شیوخ در استان زیقار در عراق پیادروی خود را آغاز کرد. از جمله برنامه های این کاروان در شهر مقدس قوم علاوه بر زیارت حرم متحر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برخی دیگر اماکن زیارتی حضور در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی صادقه صادق حسینی شیرازی دامزلو بوده است. اعضای کاروان زیارتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع مورد استقبال کمیته جهانی هیات ها و مواکب حسینی از مراکز مرتبط با مؤسسه جهانی آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو قرار گرفتند کاروان زیارتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار است بعد از شهر مقدس قم به سمت شهر مقدس مشهد حرکت کنند و به پابوسی حضرت علی ابن موسی علیه السلام بروند نگاهی دوباره به سرخط خبرها توصیه آیت الله عزما شیرازی به کمک و حمایت از خانواده های افغانستانی انتقاد چهره برجسته شیعی در هند از تلاش برای تغییر نام اماکن اسلامی تاریخی رسیدن کاروان زایران پیاده از عراق به شهر مقدس قوم و در ادامه گزارش ویژه از تحولات ایران منابع محلی در شهر منامه پایتخت بحرین گزارش دادند در پی استمرار سیاست اعمال فشار حداکثری بر زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و زندانیان آزادی بیان در زندانهای بحرین زندانیان زندان جو به اعتصاب عمومی دست زده بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه مرکز اصلی اعتصاب در ساختمان شماره هفت زندان جوست و علت اصلی آن تعدی ماموران امنیتی و زندانبانان به علما و روحانیون شیعه بوده است. در همین راستا یوسف الجمری فعال سرشناس بحرینی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت زندانیان سیاسی ساختمان شماره هفت زندان جو با دست زدن به اعتصاب عمومی که بعد از تعدی ماموران امنیتی و زندانبانان به علما و روحانیون شیعه صورت گرفت اعتراض و خشم شدید خود را نشان داده و خواستار عذرخواهی فوری و رسمی مسئولان زندان جو و مجازات تجاوز کنندگان و نیز تعهد به عدم تکرار چنین اتفاقاتی شدند. در همین حال منابع حقوقی بحرینی ضمن تایید این خبر اعلام کردند که مسئولان زندان دست به مجازات دست جمعی زندانیان میزنند. آنها همچنین زندانیان را از تماس با خانواده هایشان محروم می کند در حالی که این حق قانونی هر زندانی است. آنها همچنین زندانیان را به مدت 24 ساعت در سلول ها حبس کرده و حتی اجازه خروج در فضای آزاد زندان را هم نمی دهند. این منابع حقوقی افزودند توهین و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و زندانیان آزادی بیان در بحرین به امری عادی تبدیل شده است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم زریح حرم حضرت رقیه سلام الله علیه به همت ایرانیان و جمعی از خادمان این آستان باز شد تا زریح جدید جایگزین آن شود فضا برای نصب زریح جدید حرم ریحانت الحسین علیه السلام آماده و قطعات این زریح که در ایران و توسط یک فرد نیکوکار ساخته شده به داخل حرم منتقل شد وزرا، سفرا و هیات‌های رسمی از سی کشور جهان و همچنین پژوهشگران و متخصصان از صد کشور به منظور بررسی مقابله با پدیده تنفر و ممانعت از آثار ویرانگر آن بر جوامع و کشورها و همچنین اتخاذ راهکارهایی برای پایان دادن به آن دور هم جمع شدند. لویز مارینیو نماینده ی رئیس جمهور برزیل در این کنفرانس با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی و لزوم همکاری برای جایگزین کردن تسامح به جای تنفر اظهار داشت اقلیت مسلمان یکی از یک پارچه ترین اقلیت ها در جامعه برزیل است رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و افغانستان مجلس از تعیین متولی برای مهاجرین افغانستان در ایران خبر داد وی با تاکید بر ضرورت تأسیس سازمان ملی اقامت گفت تعیین متولی برای رصد و شناسایی اتباع خارجی و ارائه خدمات آگاهانه به آنها ضرورت دارد منابع محلی از کشته شدن 11 نیروی نظامی و شهروند غیر نظامی بر اثر دو حمله همزمان سنی های تندروی داعش به یک پایگاه ارتش و یک منطقه غیر نظامی در شمال شرقی نیجریه خبر دادند. از سوی دیگر بر اثر حمله سنی های تندروی داعش به شهر القنطره در شرق مصر دو افسر و پنج سرباز نظامی کشته شدند. در حالی که اعتراضات در ایران سومین ماه خود را پشت سر گذاشته و آمار کشته ها از 300 نفر گذشته به نظر می رسد روی, روی معترضان با پلیس و لباس شخصی ها هفته به هفته خونین تر می شود به شکلی که چهلوم هر اتفاقی آغازی بر یک اتفاق جدید است همکارم سعید بهاری گزارش می دهد رفت و برگشت اعتراضات از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ایران و بالعکس و فراز و فرود آن در طول سه ماه گذشته حاکی از آن است که نه معترضان خسته شدند و نه نیروهای پلیس و بازوان لباس شخصی ایشان قصدی برای ترک میدان و واگذاری صحنه نبرد را دارند شعارهای معترضان به حد اعلا رسیده و رأس نظام سیاسی ایران را هدف گرفته است و پلیس هم متقابلا خشونت و سرکوب معترضان را به حد اعلا رسانده است مردم به دیوار نویسی شبانه رو آوردند و حاکمیت فیلم شناسایی و ردگیری آنها توسط پهبادهای سپاه را منتشر می کند. فجایع خونبار جمعه های پیاپی در زاهدان و خاش هرچند با اعزام هیئت ویژه از سوی رهبر ایران برای دلجویی و تلاش برای بازگشت آرامش پیگیری شد اما نهایتا موفقیتی کسب نکرد و فرستاده ویژه رهبر ایران عملا با تهدید و ارعاب مخالفان اهداف ترسیم شده مأموریتش را ناکام گذاشت حضور افراد مسلح به انواع سلاح های ساچمه ای و جنگی و تیراندازی و کشتار غیر نظامیان سوژه اختلاف حامیان و مخالفان حکومت ایران در شبکه های اجتماعی فارسی زبان طی ماه و هفته های اخیر شده است. از یک سو حامیان نظام از پروژه کشته سازی دم میزنند و مدعی نیروهای پلیس و لباس شخصی ها و بسیجی ها فاقد سلاح جنگی هستند و از سوی دیگر معترضان ویدیوهایی را بازنشر می کنند که در آنها افراد کم سن و سال در پی اصابت گلوله در سر و نقاط بالاتنه کشته شدند در حالی که دست خالی بودند و یا فقط شعار میدادند و متقابلا حامیان حکومت ویدیوهایی در نقض این موارد بازنشر می کند. در کنار همه این فجایع کشتار ایزه توجه بیشتری را به خود جلب نمود آنگاه که کیان نه ساله در پی اصابت گلوله جنگی در این شهر استان و خوزستان کشته شد و احساسات زیادی را در داخل و خارج ایران و شبکه های مجازی فارسی و غیر فارسی متوجه این جنایت کرد رسانه های ایران اما صدا و سیما و خبرگزاری های دولتی و شبه دولتی تقصیر را گردن تروریست ها انداختند اما فضای مجازی و خانواده به ویژه مادر کیان مقصر را معموران حکومت و رهبر ایران دانستند. مقامات ایران نیز میگویند تعدادی از ماموران هم در حادثه ایزه کشته و مجروح شدند و ویدیوهایی از شلیک افراد مسلح به دوربینهای شهری در ایزه نیز منتشر شده و افرادی را نشان میدهد که با لباس شخصی اسلحه گرم در اختیار دارند و بی هدف شلیک میکنند. سعید بهاری اخبارشیه منابع خبری از تعطیل یک مرکز اسلامی در شهر مونپولیه در جنوب فرانسه خبر دادند. روز چهارشنبه 16 همه نوامبر فرمانداری شهر مونپولیه با صدور اطلاعی اعلام کرد که یک مدرسه آموزش قرآن و یک سالن نمازخانه در حومه جنوبی شهر مونپولیه به بهانه آنکه فاقد مجوز فعالیت بوده تعطیل شده است. در این مرکز بیش از 90 کودک و نوجوان به صورت هفتگی با قرآن و زبان عربی آشنا می شدند اما بازرسان فرمانداری مدعی شدند که در خلال این آموزش های مذهبی ایده های افراطی به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شده است همزمان دولت سوئد نیز تلاش می کند ضمن محدودسازی مدارس اسلامی قانونی را به تصویب برساند که به طور کلی مدارسی که آموزش مذهبی میدهند در سوئد ممنوع شود. لینا اکسلسون وزیر آموزش سابق سوئد در ابتدای سال میلادی جاری اعلام کرده بود این پروژه ابتدا بازگشایی مدارس جدید مذهبی به ویژه اسلامی را به طور کلی ممنوع و مدارس موجود هم اجازه افزایش دانش آموز نخواهند یافت و از سال 2024 به طور کلی مدارس مذهبی در سوئد برشیده خواهند شد. سخگیری ها در زمینه فعالیت مراکز اسلامی و مساجد و به ویژه مدارس اسلامی و کلاس های قرآن با قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در برخی کشورهای اروپای غربی تشدید یافته است. در این باره گفتگوی داشتم با سراج میردامادی روزنامه نگار ساکن فرانسه و از ایشان پرسیدم ریشه و دلیل اصلی این برخوردهای کشورهای اروپایی با مراکز اسلامی و مدارس قرآنی چیست؟ با سلام و عرض ادب خدمت جناب و همه بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که سیاست دولت‌های اروپایی در قبال مراکز اسلامی بسته به دوری و نزدیکی این دولت‌ها به گرایشات سیاسی گوناگون گون. البته تا حدودی متفاوت هستش گرایشات راست افراطی هم از اینکه در قدرت های محلی پارلمان های محلی شوراهای شهر اکثریت رو داشته باشند یا در دولت ها در وزارت کشور و مراکز امنیتی و انتظامی و یا در پارلمان ها و در سایر مراکز اکثریت و قدرت رو داشته باشند سختگیریشون نسبت به مراکز اسلامی در حد اعلا هستش و راست میانه تا حدود کمتری اون جاهایی که چپ ها هستند به ویژه چپ ها با گرایش کمونیست ها تا حدودی مدرارگرانه تر با مراکز اسلامی برخورد میکنن به ویژه در فرانسه و در اسکاندیناوی ولی بهانه اصلی این تزیقات ریشه و دلیل اصلیشون اون چیزی که مطرح میشه برخورد با افراطیگری اسلامی و تروریسم و برخوردها و اندیشه های ارهابی هستش که سنی های تند رو در این مراکز اسلامی ترویج میکنن به طور مشخص مثال و تجربه شخصی که خود من دارم در همین مسجد محله ما که در حومه جنوبی پاریس هست من برای نماز جماعت و نماز جمعه ها اغلب شرکت میکنم غیر از قرآن فقط کتاب فتاوای ابن تیمیه وجود داره و خود ابن تیمیه پدر معنوی و تاریخی داعش و القاعده هستش و تندروهای سنی به آراء او برای فتاوای در واقع تندروانه استناد میکنن این خودش دایر بر این هستش که اتهاماتی که مطرح میشه از واقعیت فاصله زیادی نداره ولی به طور کلی سیاست اروپایی ها این هستش که اسلام رو هر آنچه که میتوانند محدود کنند نمادها و مظاهر اسلام رو و آنچه که نمود بیرونی در جامعه داره رو محدود و محدودتر کنند این یک سیاست کلی بوده که خیلی ربطی به مواجهه اونها با داعش و گروه های اسلامی تندروی سنی و تروریست های القاعده نداشته ولی مجموعا به نظر میرسه که این حرکت های سرکوبگرانه و تصدیقاتی که ایجاد میکنن نتیجه درازمدتی نداشته نتایج کوتاه مدتی داره ولی نتونستن راه حل درستی رو برای همزیستی عادلانه و منصفانه بین همه ادیان و بویژه با اسلام داشته باشند تبعیض هایی ایجاد میکنن اینا میگن دین از سیاست جداست و سکولاریسم و مبنای کار خودشون قرار میدن ولی عملا میبینیم که یهودی ها و مسیحی ها امتیازاتی دارن و به اونها مدا راگرانه برخورد میشه اما با مسلمانان این مدارا دیده نمیشه و تزیقات رو به این بهانه ایجاد میکنن در حالی که مراکز اسلامی هم هستن که این تزیقات رو چشیدن ولی با افراطیگرایی اسلامی و تندروهای سنی ارهابی هم ارتباطی نداشتند با تشکر از جناب میردامادی که از فرانسه با ما همراه بودند دانشکده امام مهدی الله تالا فرجه که مقر آن در بریتانیا قرار دارد اخیرا دو برنامه و طرح را در دستور کار خود قرار داده که به موجب آنها پژوهشگران و دانشجویان می توانند در زمینه میراث شیعه تحقیقات پژوهش و یا مطالعات انجام دهند در همین راستا دانشکده امام مهدی عجلالا تالا فرجه شریف بیانیه صادر کرد که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده و در آن آمده در این دانشکده تالار گفتگوی علمای شیعه راه اندازی کرده ایم تا پایگاهی باشد برای بحث گفتگو و تبادل نظر میان افراد مختلف دومین اقدام صورت گرفته در این زمینه تاسیس انتشارات ای ام ای پرس بوده که از طریق آن کتب مختلف شیعی چاپ و منتشر می کنیم تا در اختیار پژوهشگران و دانشجویان علاق من قرار گیرد. این بیانیه می همواره تلاش ما این بوده که بهترین کتب شیعی را چاپ کنیم تا انتشاراتی نمونه در این زمینه باشیم. کتبی که چاپ می کنیم در چند دسته بندی مختلف قرار دارد. بخش از این کتب کتب ترجمه ای و بخشی دیگر تعلیفی هستند. برگزاری میزگرد، سمینار، کنفرانس و همایش نیز از دیگر فعالیت های دانشکده امام مهدی عجل الله تعالی شریف است. احزاب شیعی بحرین از میهمانان خارجی کنفرانس سالانه گفتگوی امنیتی منامه خواستند که حکومت آل خلیفه را ملزم به توقف سیاست خشونت و سرکوب علیه ملت بحرین کنند. در همین راستا وبسایت مرآت البحرین وابسته به مخالفان آل خلیفه با انتشار بیانیه این احزاب مخالف نوشت گفتگوی منامه در حالی در پایتخت بحرین گزارش می شود که خود درگیر بزرگترین بحران سیاسی و امنیتی تاریخ کشور است و حکومت تمامی درخواست های سازمان ملل و جهان برای ورود به گفتگو با مردمی را رد می کند که به خاطر مطالباتشان برای تحول دموکراتیک، عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر هزینه سنگین را می پردازند. در ادامه این بیانی آمده صدها شهروند از جمله رهبران و نمادهای مخالفان از جمله رهبران اپوزیسیون و تعدادی از علما دانشگاهیان و فعالان به دلایل مرتبط با آزادی بیان در زندانهای بدنام رژیم بحرین به سر میبرد در بخش دیگری از این بیانیه آمده ما همزمان با استقبال از میهمانان بحرینی که نماینده دولت های واقعی هستند از آنها می که از حکومت بحرین بخواهند سرکوب سیاسی، ظلم، به استبداد و رد گفتگوی داخلی را متوقف کند و به تصمیم های بین المللی و توصیه های سازمان ملل مبنی بر ضرورت باستولید قدرت از طریق گفتگوی سیاسی جدی و فراگیر که به ساختن یک کشور عادلانه دموکراتیک منجر شود پاسخ مثبت دهد. مروری دوباره به سرخط خبرها توصیه ی ای آیت الله شیرازی به کمک و حمایت از خانواده های افغانستانی انتقاد چهره های برجسته شیعی در هند از تلاش برای تغییر نام اماکن اسلامی تاریخی رسیدن کاروان زایران پیاده از عراق به شهر مقدس قوم اعتصاب عمومی زندانیان در زندان جو در بحرین گزارش ویژه از تحولات ایران تعطیلی چند مرکز اسلامی در فرانسه و سوئد ارائه خدمات علمی در بریتانیا برای انجام مطالعات در زمینه میراث شیعه و درخواست احزاب شیعه بحرین از میهمانان خارجی کنفرانس سالانه گفتگوی امنیتی منامه تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت یوتیوب و اینستاگرام اخبارشی ببینید. همچنین میتونید اتفاقات و رخدادهای منطقه شهر یا کشورتون رو از طریق شماره روابط عمومی اخبارشی برای ما ارسال کنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولی یک الفرج یا علی خدا نگهدار.